به نام آن که ما را بندگی داد و از آن پس مژده پایندگی داد. عرض سلام و درود داریم به محضر ارزشمند تک تک شما بینندگان خوب تلویزیون هادی. خوش آمدین امروز هم به برنامه روشن و روزتان بخیر و نیکی. امروز هم در خدمت شما هستیم و طبق روال هر پنج شنبه امروز به عنوان آخرین جلسه از موضوع عزت نفس با هم صحبت خواهیم کرد. در خدمت سکا خانم عالمی هستیم و همراهی شما عزیزان را در این برنامه خواهانیم و راجع به عزت نفس صحبت های خواهیم داشت. سلام خانم عالمی، در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیزم و همه سلامتان محترم. انشالله که جور و صحتمند باشم و همواره برایشون آرزوی خوشی، آرامش، صلح و آسایش دارم برای همه مردم کشورم در تمام سرزمین هایی که زندگانی میکنن انشاءالله. اللهی آمین، ممنون از شما. خانم عالمی، امروز قرار است که با ایمون آخرین جلسه راجع به راه های کسب عزت نفس با ما صحبت کنین در بزرگسالان. ما میبینیم افراد زیادی را که در زندگی دوچار یک ناامیدی هستن و به محض اینکه یک مشکلی پیش رویشان میاد در زندگی دست و پای خود را گم میکنن، ناامید میشن از زندگی و دنبال یک راه فرار هستن، در حالی که باز هستن کسانی هم در دوروبر و اطراف ما که میبینیم خیلی قوی و قدرتمند در برابر این مشکلات میستن و سعی میکنن که اون مشکل حل کنن، ناامید نمیشن، دست و پای خود گم نمیکنن و به اصطلاح عام غر نمیزنن و سریع دنبال یک راهکار میگردن و با یک آرامش درون و اقتدار خوب سعی میکنن که این مشکل حل کنن. شما در برنامه گذشته اشاره کردن که برمیگرده به همون میزان عزت نفسی که هر فرد در درون خود احساس میکنه که داره، همون حس ارزشمندی که داره. حالا ما فهمیدیم به اهمیت داشتن عزت نفس پی بردیم در زندگی، میخوایم که از شما بشنویم که چه راههایی میتونه برای ما کمک کنه که عزت نفس را افزایش بدیم. البته قبل از اینکه این سوال را بپرسم از شما، بیاین راجع به تفاوت های اعتماد به نفس و عزت نفس با هم صحبت کنیم. یک کوتاه راجع به این با ما صحبت کنیم که بینندگان عزیز ما تفاوت این دو را هم متوجه بشن و بعد از اون میریم سراغ راهکارهایی که افزایش میده عزت نفس ما را. میشنویم از شما. بله، خیلی ممکن است بین اعتماد به نفس و عزت نفس، خب واقعا فکر میکنن که این دو تا یک معقوله، یعنی به یک معنی است، در حالی که اعتماد به نفس بله بسیار تفاوت داره. اعتماد به نفس، اینها هر دو یک ویژگی شخصیتی هستن. اعتماد به نفس برمیگرده به اون مهارت و توانایی که فرد داره. یعنی یک شخص به دانش خودش، مهارتش و توانایی خودش اعتماد داره و در راستای اون خب تلاش میکنه که به اهدافی که خب داره برسه. و یک عاملی هست که تقریبا میشه گفت این از بیرون برای ما شکل میگیره. یعنی ما میریم یک مهارت رو کسب میکنیم، یک دانش رو کسب میکنیم یا هر توانمندی در هر زمینه‌ای که میتونیم اون رو کسب میکنیم از بیرون و این اعتماد در ما به وجود میاد، شکل میگیره و به ما یک احساس جرأتمندی میده. ولی کن حس عزت نفس نه، یک احساس درونی هسته. یعنی احساس احترام و ارزشی که فرد برای خودش قائل هسته فرای از توانمندی هایی که داره، یعنی گذشته از اون داشته ها و نداشته ها، موفقیت ها و شکست ها. اینطور نیست که یک شخص برای خودش ارزش قائل باشه و بگه که خب من فلان چون فلان موفقیت را کسب کردم بنابراین انسان ارزشمندی هستم و یا اگر من یک چنان چون یک در این زمینه یک شکستی خوردم بنابراین یک انسان بی ارزشی هستم. یعنی کسی که عزت نفس داره، او ارزش و احترامی که در وجود خودش برای خودش داره، این خیلی بر نمیگرده به او شکست ها و موفقیت ها و داشته ها و نداشته هاش. یک احساسیه که در وجودش از زمان کودکی شکل گرفته و با او پرورش یافته. ولی کن اعتماد به نفس نه، اینها بر میگرده به همین میزان مهارت شخص که او رو میتونه خب به موفقیت ها و اهدافی برسانه. پس اعتماد به نفس به میزان مهارت و تخصص هایی که کسب میکنه میتونه در رده های مختلف سنی ما اتفاق بیفته در طول زندگی، اما عزت نفس از کودکی در وجود یک انسان شکل میگیره و یک حس درونی هست. میزان احترام و ارزشی که هر فرد برای خودش قائل هست در
زندگی. حالا بیاین برای ما بگین که چی راهکارهایی دارین برای اینکه عزت نفس یک شخص افزایش پیدا کنه و یا کسب کنه این عزت نفس. شاید ممکن است عزت نفس پایینی داشته باشه، پی برده که عزت نفس من پایین است با وجود مهارت‌ها و تخصص زیادی که دارم، باز هم احساس ناتوانی میکنم در انجام امور. بعد در این صورت باید چیکار کنیم که عزت نفس ما زیادتر بشه؟ ما در برنامه قبل دو مورد را گفتیم، عزت نفس در کودکان را اول بررسی کردیم و وقتی که وارد راهکارهای افزایش عزت نفس در بزرگسالان شدیم دو مورد را گفتیم، یکی بحث نگفتن بود و یکی هم افزایش مهارت بود. خب راهکارهای خیلی زیادی وجود داره که یک شخص بزرگسال هم اینطور نیست که بگیم که عزت نفس یک امری هست که صرفا در دوران کودکی شکل میگیره و اگر شکل نگرفت دیگه ما هیچ وقت نمیتونیم او رو در وجود خودمون تقویت کنیم. ما گفتیم که عزت نفس یک ویژگی شخصیتی هست که میتونه مثل سایر ویژگی شخصیتی در دوران زندگی بالا و پایین بشه و یک زمانهای ممکن است ما این ویژگی رو داشته باشیم، یک زمان این ویژگی نداشته باشیم تحت اون شرایطی که وجود دارن. خب یکی از راه‌های دیگه ای که خب باعث میشه که یک شخص بزرگسال بتونه این ویژگی رو در خودش تقویت کنه و اونم واقعا در وجودش حتی به وجود بیاره، حتی اگه ممکن عزت نفس نداشته باشه، این هست که برای خودش اهدافی رو تعیین کنه. تعیین اهداف در زندگی بسیار اهمیت داره. خانم قاسمی، همونطور که می‌دونید که خب یک شخص واقعا زمانی میتونه برای خودش احساس مفید بودن داشته باشه، زمانی میتونه که احساس کنه که یک فردی هست که قابلیت ها داره و حتی توانایی خودش رو بشناسه که اهداف خودش، اهدافش در زندگیش تعیین بشه و مشخص بشه. تا زمانی که ما ندونیم که واقعا چه اهدافی داریم، هدف ما از زندگی ما این هست که به یک رفاه اقتصادی برسیم یا یک در مسائل علمی به طور مثال پیشرفت کنیم یا هر نوع هدف دیگه که ممکنه باشه، خب این اهداف هم ما یک زمانی وقتی که در مورد روش های تربیتی میگفتیم در صحیفه سجاده گفتیم که هدف قایی داریم، که اهداف واسطه ای داریم در زندگی خودمون. ما با عنوان یک مسلمان یک اهداف بزرگی داریم، یک سری اهداف ریستر و خورتر داریم که اینها باعث میشه که خب از همین ها به اونا رسیدن به اهداف بزرگ استفاده میکنیم. اگر اهداف در زندگی ما تعیین بشه، ما احساس پوچی و بی ارزشی نمیکنیم، واقعا احساس ارزشمندی داریم، احساس میکنیم که و اون موقع است که خودمان برای خودمان احترام قائل هستیم، برای که میدونیم که واقعا یک انسانی هستم که خب من یه هدف رو دارم و در راه رسیدن به هدف تلاش میکنم. بنابراین تعیین هدف میشه گفت که یکی از مسائل مهمیه که باعث میشه که عزت نفس شخص بالا بره. و از اون طرف هم میبینید که افرادی که معمولا در زندگی خودشون اهداف خاصی ندارن و بی برنامه هستن و بی نظم هستن، اینها کسانی هستن که واقعا همونطور که انسانهای بی هدفی هستن و بی برنامه هستن، در کنارش واقعا از عزت نفسهای خیلی پایینی هم برخوردن هستن، واقعا برای خودشون هیچ ارزش قائل نیستن. چرا که اگر ارزش قائل باشن، وقتشان، زندگیشان و عمرشان، اینها همه برایشان ارزشمند میشه و اون موقع است که میگه که خب پس بنابراین من در این دنیا برای یک هدفی آفریده شدم، باید یک هدف رو دنبال کنم و بتونم که به یک جایی برسم و یک توانایی از خودم نشان بدم به قول معروف. درست است. همون رقم که انسان ها با یک هدف ارزشمند آفریده شدن، باید ماهیت و نوعیت اهداف اونها در زندگی هم ارزشمند باشه. یعنی اهدافی که انتخاب میکنه ما قبل شما برای زندگی خود که برمیگرده به میزان عزت نفس ما، او هم باید یک اهداف ارزشمند باشه. چه بسا افراد زیادی که خب اهداف زیاد بیارزش دارن تمرکز میکنن و تلاش میکنن که به این اهداف برسن و منظور از این که برای خود اهداف تعیین کنیم این هست که هدف ارزشمند داشته باشه. همینطور است. و یکی دیگه از راهکارهایی که خب باعث میشه که در تقویت عزت نفس ما بسیار تأثیر داره، اینه که ارزش ها رو در زندگی خودمون تعیین کنیم. ما بدونیم که در او برنامه‌ای که خب اهدافی که داریم چه ارزش‌هایی وجود داره، یعنی ما چه چیزهایی در زندگی خب برای ما ارزش داره، اون ارزش‌ها را تفکیک کنیم، دسته‌بندی کنیم و برای رسیدن به این ارزش‌ها بیایم برنامه‌ریزی داشته باشیم و اهدافی رو خب تعیین کنیم. خب ممکن است برای هر کسی خب یک ارزش‌هایی وجود داشته باشه، یعنی اینطور نیست که بگیم که خب
یک شخص ممکن است یک ارزش هایی داشته باشه، یعنی هر شخصی در زندگی خودش همونطور که میتونه یک هدف داشته باشه قطعا یک سری مسائل برایش جزو ارزش های او هست و واقعا این بسیار مهم هست که ما در زندگی خودمون ارزش ها را تعیین کنیم، چرا که خود همین ارزش ها باعث میشه که به ما احساس احترام بده. یعنی ما برای خودمون همین وقتی که ارزش های خودمون رو تعیین میکنیم باعث میشه که ما در پی رسیدن به اون ارزش ها خب یک تلاشی بکنیم و از خودمون احساس رضایت داشته باشیم. تعیین ارزش ها میزان رضایت ما از خودمون رو افزایش میده. ما هر چقدر از خودمون بیشتر رضایت داشته باشیم خب باعث میشه که ارزشمندتری هم انتخاب میشه. دقیقاً همینطوره. ممنونیم از شما که راجع به این موضوع هم صحبت کرده. پس خوب است که ما اول به این تمرکز داشته باشیم که چی اهداف ارزشمندی را که قابلیت رسیدن به او را داریم از نظر توانمندی و مهارت ها باید در رأس زندگی خود، در رأس برنامه های زندگی خود قرار بدیم و همون رقم که شما گفتین یک سری اهداف کلی داریم و یک سری اهداف فرعی که بر در راستای رسیدن به اهداف کلی ما را کمک میکنه و بر ما میتونه که سازنده و راهبردی باشه. همه اینها باید ارزشمند باشه، مطابق با ارزش ها، هنجار ها و معیار های باشه که ما به عنوان یک فرد مسلمان و مؤثر در جامعه باید او را ایفای نقش کنم در جامعه و از او استفاده کنم. سپاسگزارم از شما. اجازه بدین که ادامه بحث را بعد از یک وقفه کوتاه ادامه بدیم. ممنون از شما که ما را همراهی میکنید و کماکان با ما همراه باشین. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم. برای عدالت می نویسم، نوشته می کنم برای روزهایی که عطر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمدانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از مأذنهای شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. به امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند. دلخوش هستید برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوش باغ‌ها را با بال‌های طلایی خودشان جارو کنند و زمین از دست‌های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه است که مطمئن می‌شوم. هزار آینه می‌روید به هر جا می‌نهی پا را، همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشم هایت دیده ام قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. یا صاحب الزمان، آقای مهربان، هزار و این همه سال است که خنده ها از لب ها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده، احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود. وقتی که پرچم های رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت امروز در اهتزاز باشد، دا
در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند جان می کنید. دریاها در رکودی به وسعت یک باور می میرند و از دل دریاها مردارها جان می گیرند و ماهیهای سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولکهای طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار مولای سبز پوش من مولای سبز پوش من ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار خب با ادامه برنامه روشنا در خدمت شما دوستان هستیم. بیننده برنامه روشنا از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هستیم و امروز همراه با خانم عالمی راجع به راه های کسب عزت نفس با هم صحبت میکنیم و میتونید با ما به ارتباط بشین از طریق شما تماس برنامه که زیر نویس میشه. برگردیم به ادامه بحث خانم عالمی. راهکارهای کسب عزت نفس را گفتین. یکی از راهکارهایی که با او اشاره کردین ای بود که خودمان را ارزشمند بدانیم و اهداف ارزشمند برای خود انتخاب کنیم. میشنویم ادامه بحث از شما؟ بله، یکی دیگه از مواردی که باعث میشه که واقعا در افزایش عزت نفس ما تأثیر بگذاره است که کمالگرایی مخرب را در خودمون شناسایی کنیم. خب خود کمالگرایی از نامش مشخص که ظاهرا یک ویژگی مثبت میتونه باشه، یعنی کمالگرایی شخصی که دوست داره افراد کسایی که کمالگرا هستن دوست دارن که خب یک کاری رو که انجام میدن تمام و کمال و بدون عیب و نقص باشه. این یک تفکری که خب شاید در ذهنیت همه ما به نحوی باشه، یعنی تا یک حدودی هست. ولی کن خب کمالگرایی مخرب چی هست؟ کمالگرایی مخرب یا منفی به حالتی هست که یک شخص میایه بیش از حد از خودش توقع داره، از خودش یا حتی از دیگران ممکنه توقع را داشته باشه، بیش از حد او توانایی که داره یا اهدافی که مد نظرش هست بیش از حد بالا هست، بیش از حد بی عیب و نقص و کامل هست. میگه که خب یک هدفی دارم که ما با این هدف باید بدون هیچ عیب و نقص، بدون هیچ مشکلی باید به هدف برسم و نباید که در این راه شکست بخورم. و اگر احساس کنه که یک قرار هست که یک کار را نتونم و بدون عیب و نقص، بدون او حالت کمالگرایی انجام بدن، اصلا سراغ او کار نمیرن. خب این حالت این که بگیم خب کمالگرایی مثبت و منفی، ما در کمالگرایی مثبت قطعا میتونیم بگیم که افرادی که کمالگرایی هستن ولی در حالت مثبتش، خب اینها میتونه برایشون حتی مفید باشن. یک شخصی که به طور مثال تصور کنید یک شخصی که میخواد که در زمینه تحصیلی خب یک موفقیت کسب کنه، مخصوصا در زمانی که کنکور هست، من یک شخص میخواد که به پوهنتون بره، خب یک دوره‌ای هست که بسیار خاص هست و باید یک تلاش بسیار مضاعف رو داشته باشه و میخواد که در این زمینه خب کسب موفقیت کنه. او اگر حتی از یعنی در توانش، در حد توانش تلاش میکنه، ولی واقعا یک تلاشی رو میکنه که خستگی ناپذیر و بی وقفه هستن. این حالت کمالگرایی خب مثبت هستن، یعنی چرا که شخص در یک وقت در یک مدت موقتی خوبی فعالیت را انجام میده. ولی باز هم ما در همین قسمت هم میگیم که ممکن هست یک شخص باید کمالگرای مثبت باشه، چرا که ممکن یک شخص در یک زمینه توانایی نداشته، به طور مثال در زمینه پزشکی هیچ استعداد نداشته باشه ولی تمام تلاش خودش رو بکنه که بره برای پزشکی امتحان کنکور بده. این حالت میشه کمالگرای منفی. ولی کمالگرای مثبت این هست که ما در حد توان خودمون بسیار متعارف و معقول بخوایم یک تلاش رو انجام بدیم و برای او تلاش کنیم. ولی در کمالگرای منفی به طور مثال یک شخصی می در امر ازدواج خب وارد یک زندگی میشه، با یک شخص ازدواج میکنه، یک مرد یا زنی، و وقتی که وارد زندگی شد یک توقعات بیش از حد او شخص از او انتظار داره، توقعاتی که ممکن است در حد توان او نباشه. حالا این توقعات ممکن است برای مالی باشه، ممکن است حتی به لحاظ عاطفی هم باشه، یعنی توقعات شخص داشته باشه که از او شخص از حد توانش خارج است. به این میگن کمالگرای منفی. اون شخص میخواد که همه چیز کامل باشه، بی عیب و نقص باشه،
در صورتی که یک شخص ممکن است هر شخص یک عیب و نقصی داشته باشه و هیچ کس کامل نیست. دقیقاً همینطور است. و خب چطور میتونه یک همین حس کمالگرایی منفی باعث عزت نفس پایین میشه؟ وقتی که شخصی که کمالگرا باشه تمام تلاشش این هست که به هدف فکر میکنه، یعنی تمام تلاشش هست که به اون ذهنیت خودش همیشه پیش هدفش هست که من باید که به یه هدف برسم حالا هر طور که شده. یعنی ممکن است انرژی بسیار زیاد مصرف کنه، انرژی مصرف کنه که حد از حد توان خودش خارجه و حتی ممکن است برای یک امری از دیگر افراد هم بیشتر تلاش کنه. شما ببینید کسایی که کمالگرا هستن ببینید برای یک کاری خیلی متمرکز میشن، یعنی به قدری متمرکز میشن که از بقیه کاراشون مثلا اینها باز میمونن. به طور مثال یک مادری ممکنه روی تربیت فرزندش به قدری متمرکز بشه که از رسیدگی به امورات همسرش غافل بشه، یا حتی ممکن است به قدری به تحصیلات فرزندش متمرکز باشه که اصلا از تربیتش غافل باشه. یعنی توجه و تمرکز بیش از حد به یک امری باعث میشه که خب اینها هم انرژی بسیار زیادی مصرف کنن و هم ممکن هست به اون هدفی که میخواین حتی ممکن است نرسن. یک جایی هست اینها یک تلاشی بسیار زیادی میکنن، ممکن است به یک هدف برسن واقعا و ممکن است نرسن. اگر نرسن که قطعا باعث میشه که احساس بی ارزشی داشته باشن، میگن خب ما این همه تلاش کردیم، این همه زحمت کشیدیم ولی که به هیچ نتیجه نرسیدیم. حتی اگر روانشناسا میگه که افراد حتی اگه به نتیجه هم برسن باز هم میگن که خب اگه ما راضی نیستن، بازم راضی نیستن. آخرش میگه که خب اگه ما واقعا توانمندی کامل رو داشتیم خب این همه انرژی مصرف نمیکردیم، این همه چرا که وقتی واقعا این افراد حتی به نتیجه هم که میرسن، حتی موفقیت هم کسب میکنن به قدری خسته و ناتوان میشن بعدش که واقعا میگن که خب ما آدم های ناتوانی بودیم. یعنی باز هم به این پی میبرن که انسان ناتوان و کم ارزشی هست. بنابراین یک رابطه بسیار مستقل بین یک فرد کمالگرا و میزان عزت نفس داره. و حالا چطور میشه که ما این عامل در شخص به وجود میاد که یک شخص کمالگرا بشه و باعث بشه که عزت نفس افراد پایین بیاد؟ این برمیگرده واقعا به دوران کودکی افراد، مخصوصا روانشناسا میگن که اینقدر که وقتی گفتن میشه که تا جایی که میتونین فرزندان خودتون رو زیاد سرزنش نکنین و از اون در حد توانشون توقع داشته باشین. انتظاراتی که از فرزندان ما داریم باید متعارف باشه، معقول باشه، در حد سن و جنسشون باشه، یعنی خارج از او توانایی‌هایشون اگر ما توقع داشته باشیم همین باعث میشه که اونها یک افرادی باشن که در درون خودشون همیشه احساس کنن که باید یک کارهای بزرگی انجام بدن، احساس کمبودی میکنن و دقیقاً همینطوره و سعی میکنن که اون کمبوده به هر صورت جبران کنن که باعث کمالگرایی مخرب در بزرگسالی میشه. ضمن اینکه باید تفاوت قائل بشه، خانم عالمی شما اشاره کردیم به کمالگرایی مخرب که یکی از درون هست که فرد احساس میکنه که باید اهداف و او احساس کمالگرایی درونی در خود ایجاد کنه و اهدافی را که بر خود در نظر داره و یا معیارهایی را که در زندگی بر خود در نظر میگیره، یعنی خودش با خود درگیر است. و یک مسئله دیگه هست در رابطه با دیگران و توقعاتی که از دیگران داره. پس در هر دوی اینها ما میتونیم بگیم که فرد کمالگرای مخرب است، چه این که بر خود از درون احساس این کمالگرایی را داشته باشه بیش از حد و چی از در زمینه توقعات او با دیگران. دقیقاً که بخواد توقعات به طور مثال یک توقعات والدین خودش برآورده کنه یا اینکه والدین توقعات بیش از حد فرزندان یا حتی همسران بین همدیگه میبینی یک سری توقعات بیش از حد دارن که خب اینها باعث میشه که همون احساس کمالگرایی در شخص به وجود بیاره. بله. و برگردیم بریم به راهکارهای بعدی راجع به کمالگرایی صحبت کنیم. فکر میکنیم بینندگان عزیز ما هم متوجه شدن که کمالگرایی مخرب چقدر میتونه واقعا مخرب باشه در زندگی. دقیقاً همین طور و راهکار بعدی چی است که ما بتونیم عزت نفس بیشتر داشته باشیم؟ یکی از راهکارهایی که خب بسیار تاکید شده که باعث میشه که عزت نفس افراد افزایش بده اینه که افراد تا جایی که میتونن در اجتماع حضور داشته باشن، این افراد نباشن که گوشه‌گیر و منزوی باشن، چرا که همین خود منزوی بودن و گوشه‌گیر بودن باعث میشه که افراد کم کم احساس نارضایتی از خودشون داشته باشن. وقتی که افراد هر چقدر بیشتر در اجتماع حاضر پیدا میکنن، حضور پیدا میکنن و حتی حضورشون دیکتوری باشه که با افراد به صورت
مؤثر و فعال باشه، یعنی که حضور بسیار، یک حضوری باشه که خب نه با کسی ارتباط داشته باشه، یک حضور فعال و مؤثر داشته باشه. اینها باعث میشه که یک شخص احساس شاد بودن و رضایت داشته باشه. وقتی که ما با افراد اطرافمون، حالا چه در اجتماع هست چه در اجتماعات کوچکتر مثل خانواده و فامیل، این در محل کارمون، اگر با افراد هر چقدر که ارتباطاتمون صمیمیتر و گسترده تر باشه، او احساس شادی ما از خودمون بیشتر داره. یعنی ما بیشتر احساس شادی میکنیم، هر چقدر که بیشتر احساس شادی کنیم از خودمون بیشتر احساس رضایت میکنیم، راضی میشیم، و همین رضایتمندی از خودمون باعث میشه که برای خودمون یک ارزش گذاری، برای خودمون ارزش قائل بشیم. بله. و واقعا این خیلی در افزایش احساس، به افزایش عزت نفس تأثیر داره. و از اون طرف میبینید کسانی که ارتباطات اجتماعی بسیار ضعیفی دارن، کسانی هستن که واقعا عزت نفس پایینی دارن و واقعا برای خودشان معمولا دیگه خوبی خیلی ارزش قائل نیستن. ارزش قائل نیستن. من فکر میکنم خانم عالمی، تعامل با دیگران و حضور در اجتماع خیلی میتونه با ما کمک کنه در شناخت خودمان، اینکه تا چه حد توانمندی داریم و در چه زمینه‌های نقطه ضعف ماست و توانمندی نداریم. اینکه با دیگران تعامل برقرار میکنه ما رو به شناخت بیشتر از خودمان کمک میکنه. دقیقاً همین. اجازه بدین راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم بعد از یک وقفه کوتاه. باز با ما همراه باشید. برنامه روشنا خوش آمدید. راجع به عزت نفس با هم صحبت میکنیم و میریم سراغ ادامه بحث. خانم عالمی، گفتیم که تعامل با دیگران و حضور در اجتماع ما را به شناخت بیشتر خودمان نزدیکتر میکنه. راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. بله، ما خب هر چقدر با دیگران ارتباط داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، هم میتونیم در این تعاملاتی که با دیگران داریم اون نقطه نظر دیگران نسبت به خودمون انعکاسش رو بفهمیم و بدونیم که خب در چه زمینهای نقطه ضعف داریم، چه توانایی‌هایی داریم، و حتی میتوانیم در این ارتباطاتی که با دیگران داریم یک سری مسائل را بیاموزیم، یعنی حتی مهارت‌هایی را از دیگران بیاموزیم که همه اینها در رشد و افزایش عزت نفس به ما میتونه کمک کنه و سازنده باشه. بله، بسیار عالی. و خب، یکی دیگه از راهکارهایی که خب باعث میشه که عزت نفس در ما ایجاد بشه این که ما در رفتارهای خودمون با دیگران توجه داشته باشیم که چطور رفتار میکنیم، یعنی در ارتباطات با خودمون با دیگران تا جایی که میتوانیم محتاط باشیم. به طور مثال خب شما تصور کنید که وقتی با یک شخص روبرو میشین و ناخودآگاه بدونیم که تفکر کنیم، که میگن قبل از هر سخنی باید فکر کنیم، واقعا بسیار هم معروف است، همینجا هست که یعنی هر چقدر ما قبل از سخن گفتن با اون کلامی که میگیم فکر کنیم، قبل از اینکه سخن بگیم تفکر کنیم، این منجر میشه به این که ما کمتر دچار پشیمانی و احساس عذاب وجدان بشیم. یعنی وقتی که به طور مثال با یک شخصی در خصوص یک مسئله مشاجره میکنیم، اگر بتونیم بر رفتارهای خودمون، بر کلام خودمون تسلط داشته باشیم و بدونیم که در همون لحظه چه کلامی از ما صادر میشه، اینها باعث میشه که ما واقعا اون عزت نفسمون بالا بره. ولی نه، خب برعکس، اگر ما در یک موقعیتی اگر رفتار معقول و خردمندانه نداشته باشیم، ممکن است خشمگین بشیم و یا یک کلامی از ما گفته بشه که اصلا مناسب شأن ما نباشه، همین باعث میشه که حالت احساس بی ارزشی داشته باشه. میگیم خب من اصلا در شأن من بود که در این جایگاه، در این موقعیت من یک کلام را بگویم، و واقعا این باعث شد که من یک انسان بی ارزشی باشم. این بسیار اهمیت داره که ما در ارتباطات ما دیگران در کلام بسیار احتیاط کنیم.
یکی از راهکار هست. یکی از راهکاری که بسیار فکر میکنم واقعا میتونه مؤثر باشه این هسته که ما تا جایی که میتونیم اون موفقیت ها و دستاورد هایی که در زندگی خودمون کسب کردیم اونها را در زندگی خود مرور کنیم. اینطور نباشه که همیشه به این فکر کنیم که خب ما در چه دوره های خود شکست خوردم، چه چیزهایی به چه اهدافی نرسیدم که ما او چرا. این هم مهم هست که ما یک سری اهداف آینده را این آینده نگر باشیم، بگیم که خب یک سری اهدافی رو داره برای آینده، ولی هم این هم توجه داشته باشیم که یک سری موفقیت هایی که اگر کسب کردیم اونها رو به خودمون یادآوری کنیم و بدونیم که یک زمانی ما خب چه توانایی هایی داشتیم، حتما توانمندی داشتیم که به اهداف رسیدیم، به این موفقیت رسیدیم، این دستاوردها، و همین باعث میشه که یک انگیزه در ما ایجاد بشه. وقتی که انگیزه ایجاد میشه ناخودآگاه ما میتونیم خیلی از کارهای مثبت دیگر هم انجام بدیم. بله، یعنی نیمه پر لیوان خود ببینیم و نکات مثبت خود بیشتر بولد کنیم. حتی اگر لازم هست گاهی موفقیت هایی که در طول زندگی به دست آوردیم و برش تلاش کردیم و بر خود بنویسیم، یادداشت کنیم تا بدانیم که چقدر مفید بودیم در زندگی و تانستیم که به بعضی از اهداف برسیم، به جایی که روی شکست ها تمرکز داشته باشیم و روی ناتوانی های خود تمرکز کنیم و بشینیم غم و غصه بخوریم. البته تمرکز روی ناتوانی زمانی خوب است که در پی رفع او بر بیاییم، نه اینکه بشینیم و غصه بخوریم که حالا چون این ضعف و این شکست را داشتم دیگه نمیتونم که پیشرفتی داشته باشم، به جاش بیایم از او شکست ها تجربه به دست بیاریم و در راستای رفع اونها تلاش کنیم. دقیقا همینطور است. و یکم که خب خیلی قطعا این مسئله بسیار مهم هست، مخصوصا برای جوانان، یعنی افراد جوانتر، و مخصوصا برای خانم ها، البته قطعا برای آقایان هم بسیار مهم هست، این که به ظاهر خودمون اهمیت بها بدیم. این بسیار مهم هست، یعنی هر چقدر ما به آراستگی خودمون بها بدیم این باعث میشه که برای خودمون ارزش قائل هستیم و حتی در نظر دیگران هم محبوب جلوه پیدا میکنیم. شما افرادی رو که میبینید خب این که به آراستگی خودشان اهمیت میدن، به نظافت خودشان، به هر چیزی که خب باعث میشه که فرد آراسته تر باشه، قطعا این باعث میشه که ما یک احساس رضایت از خودمون داشته باشیم. دقیقاً. تا اینکه بخوایم نه یک فردی باشیم که هیچ گونه توجهی به ظاهر خودمون نداشته باشیم. خب در کنارش بسیار گفته شده که روانشناسا تاکید دارن که ورزش کردن خیلی میتونه که در میزان افزایش عزت نفس راهگشا باشه، چون ورزش کردن یک فرایندی هست که به انسان احساس نشاط و شادمانی میده. خب ممکن است وقتی ما در حین ورزش کردن خب یک احساس شادی و نشاط داریم، همین احساس شادی و نشاط به ما یک انرژی خاصی میده، یعنی ممکن انرژی مضاعف بده که در یک سری کارهای خودمون خب موفق باشیم. وقتی ورزش میکنیم ممکن است مخصوصا اگر این ورزش ما بر اساس برنامه باشه و در اول صبحگاه باشه، خب یک شخصی که ورزش میکنه معمولا فکر بازتر داره، فکر سالمتر داره، جسم سالمتر داره و میتونه برای تمام روز خودش یک برنامه منظم و منسجم تهیه کنه. وقتی که برنامه کار تمام کارهایش از روی برنامه و برنامه ریزی باشه، همین ها باعث میشه که خب شخص احساس رضایت داشته باشه. بنابراین ورزش کردن واقعا جزء خیلی مهمی هست که میتونه در نه تنها در افزایش عزت نفس، بلکه در اصلا در شکلی بسیاری از فضایل اخلاقی در انسان و حتی در روایت هم بسیار تأکید شده، چرا که یک ارتباط خیلی مستقیم بین روح و روان و جسم سالم وجود داره. این هر چقدر ما به جسم خودمون اهمیت بدیم، در به سلامت جسم خودمون اهمیت بدیم، روح و روان ما هم مستقیما میتونه از سلامت جسم ما اینها الهام بگیره و واقعا ارتباط داره. بنابراین ورزش کردن را حتما مخصوصا خانم ها در برنامه زندگی خودشون تا جایی که میتونن داشته باشن. بله ممنون. همون رقم که شما گفتین، علاقه به زیبایی و زیبا دیده شدن یک جزء انکار ناپذیر از باورهای همه انسان هاست. مرد و زن هم نداره، همه دوست دارن که در نزد دیگران زیبا و با آراسته به نظر برسن و فکر میکنم که این خیلی کمک میکنه در میزان حتی اعتماد به نفس، غیر از عزت نفس، در میزان اعتماد به نفس ما و توانایی ما برای انجام کارها. این برای من اعتماد در خود من ایجاد میکنه که من میتونم این کار انجام بدم و از پس این کار بر بیایم، چون که نگاه ها و فرکانس های مثبتی که دریافت میکنم از اطرافیان خود به خاطر همون ظاهر آراسته ای که دارم، برای من یک انرژی مضاعف میده.
دقیقا خب میشنمیم از شما راهکار دیگه هم هست یا میخواین صحبت پایانی داشته باشین در برنامه؟ خب یکی هم که بحث مسئولیت پذیری هست، یعنی ما هر چقدر که سعی کنیم که مسئولیت پذیر باشیم همین باعث میشه که ما احساس همون مفید بودن رو که خب در اول برنامه گفتم، یک احساس مفید بودن به انسان، یک احساس رضایت به انسان دست میده. هر چقدر ما مسئولیت پذیرتر باشیم احساس رضایت ما از خودمون بیشتر میشه و تلاش کنیم که در زمین، در قسمت هایی که مسئولیت هایی که با ما سپرده میشه، این مسئولیت واقعا بپذیریم، مسئولیت اون کارهایی رو که با ما محول میشه. بله. و یک صحبت پایانی داشته باشین چون به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، میخوام بله که خب. شما بشنوید. ما خب در چند جلسه در خصوص عزت نفس بسیار صحبت کردیم که عزت نفس بسیار لازم هست و ضروری هست، ولی خب این را هم بدونیم که هر فضیلت اخلاقی اگر حالت افراد به افراد کشیده بشه یا به تفرید کشیده بشه تبدیل میشه به یک مخرب هست و تبدیل میشه به یک رذیل اخلاقی. و عزت نفس هم از این قاعده مستثنا نیست، یعنی میتونه که اگر حالت افرادش وجود داشته باشه، یک شخص بیش از اندازه عزت نفس داشته باشه. بله. بسیار در روایت آمده که کسی که بیش از حد خود بر خودش، یعنی از خودش برای خودش ارزش قائل باشه، تبدیل میشه به یک شخصی که دچار کبر و خودپسندی میشه و واقعا این در دین ما هم پسندیده نیست و از لحاظ اخلاقی هم پسندیده نیست که یک شخص بیش از اندازه به نفس خودش تکیه کنه، برای خودش بیش از حد ارزش قائل باشه. چرا که یک جاهایی هم هست که ما نیاز به این داریم که خب نفس خودمون را یکم متواضع کنیم و مخصوصا در اول هم در قابل خداوند متعال هست و یک جاهایی هم هست که حتی در ارتباط خودمون با دیگران هم عزت نفسمون نباید بیش از حد و افراطی باشه. بله. و میبینین که واقعا خیلی از ممکن است مشکلاتی که در خانواده ها بین همسران ایجاد میشه از همین عزت نفسی بیش از حد است، مخصوصا که در این دوره که خب میبینین که خانم ها بیش از اندازه به خودشون متکی هستن، او عزت نفس بیش از حد باعث شده که یک فاصله بین زن و شوهر در خانواده ایجاد بشن. بله. و این خب برمیگره باز منجر به خودپسندی میشه افراد، که این هم همون رقم که شما گفتین مخرب است و انشالله از او هم دوری خواهیم کرد. هر چیز به مقدار و اندازه همون رقم که شما گفتین میتونه کارآمد و مؤثر باشه. تشکر از شما خانم عالمی که در برنامه حضور داشتین و صحبت های مفید داشتین برای ما و بینندگان عزیز، و همچنین تشکر از شما بینندگان عالی قدر که ما را تا پایان همراهی کردین. مراقب خودتان و خوبی هایتان باشین، پیروز و موفق و سرفراز باشین و بدرود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.